تجارت و رستورانداری دختران رهبران جهادی افغانستان در دبی. سلام دوستان عزیز، خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیوهای کانال ما. در این ویدیو در مورد دختران رهبران جهادی افغانستان که مصروف تجارت و رستورانداری در دبی هستند می پردازیم. امیدوار هستم تا آخر ویدیو با ما همراه باشید و برای حمایت از ما کانال ما را سابسکرایب کنید. عشق به غذای وطن، سه زن افغان را که در کشورهای مختلف با تجربیات متفاوت بزرگ شده اند، گرد هم آورده تا از این طریق خارجیان را با طعم و مزه غذای خانگی کشورشان آشنا سازند. فاطمه ربانی، ایمان ناظمی و همیرا ناصرزیا که در امارات متحده عربی زندگی می کنند، از سال 2017 به عرصه رستورانداری پا گذاشته اند. این سه زن رستوراندار متعلق به خانواده های سرشناس سیاسی جهادی در افغانستان هستند. فاطمه ربانی، دختر برهان الدین ربانی، رئیس جمهور پیشین افغانستان، و ایمان ناظمی و همیرا ناصرزیا، نواسه های سید احمد گیلانی، رهبر فقید حزب معاذ ملی افغانستان می باشد. از ایمان ناظمی، یکی از مالکان این رستوران که متولد لندن می باشد، پرسیده شد. با توجه به اینکه آشپزی در میان مردم افغانستان بخش مهمی از نشان دادن خصلت‌های مانند مهمان نوازی و رسم آبروداری است، ما با راه اندازی چنین رستوران خواستیم که هنر آشپزی این کشور را به نمایش بگذاریم. آنچه که ما سیزن را برای انجام این ماموریت با هم نزدیک کرد، علاقه ما به آشپزی و غذای افغانی بود. با وجود تعلق خانوادگی این سه زن با دو رهبر سنتگرای افغانستان، آنها ترجیح می دهند با هویت فردی خودشان شناخته شوند. یعنی زنان افغان تبار خارج از افغانستان که می خواهند از طریق رستورانداری تصویر مثبت از کشور مادریشان را به جهانیان ارائه کنند. این سه زن رستوراندار این حس را که زنان آزاد و برابر با مردان هستند از مادرانشان الهام گرفته اند. همیرا ناصرزیا، یکی از مالکان این رستوران که در تهران به دنیا آمد و سپس به لندن بزرگ شد، می گوید: من از مادرم الهام گرفتم. او برایم آموخت که زنان می توانند در عرصه های مختلف از جمله سیاست، آموزش، کسب و کار و فعالیت های مدنی و بشر دوستانه بدرخشند. با راه اندازی این رستوران ظاهرا دغدغه اجتماعی هم دارند و می خواهند با چنین ابتکار باور سنتی را که زنان افغانستان نمی توانند تجارت کنند به چالش بکشند و همچنین می کوشند در رستوران خود بیشتر از نیروی کاری زنان استفاده کنند. فاطمه ربانی می گوید: زمانی که این رستوران را زدیم با واکنش های گسترده برخوردیم. شماری انتقاد می کردن و می گفتند زنان را چی به رستوران داری؟ اما پاسخ ما همواره این بود که با توجه به این که نام افغانستان در خارج با جنگ و ایرانی و زنان برقپوش گری خورده، ما خواستیم که با معرفی غذای افغانی تصویر متفاوت از کشور و هویت ما به جهانیان نشان بدهیم. غذای افغانستان، کشوری که گاه چارای فرهنگ های باستان توصیف می شود، از تنوع فراوان برخوردار است و در مجموع با آشپزی ایران، آسیای میانه و پاکستان و هند اشتراک فراوانی دارد. فاطمه ربانی غذای افغانی را آمیخته از طعم عطرهای غذاهای منطقه توصیف می کند. او درباره تاثیر خوراکهای منطقه بر خوراکهای افغانستان می گوید: ادویجات از جمله مساله و مرچ تند از هند آمده و سبزیجات مانند گشنیز و نعنا از ایران. همچنین تاثیرات مغولستان نیز به وضاحت دیده می شود به شکل نودل. از مجموع ترکیب این گروه های غذای منطقه، غذای افغانی به وجود آمده است. منتو، قابلی پلو و آشک از معروفترین غذاهای افغانی است که در فهرست خوراکهای رستوران کشمش گنجانیده شده است. در رستوران کشمش که طراحی مدرن دارد، سعی شده تا حال و هوای افغانستان هم منعکس شده و یک زن افغان در آلمان کارهای هنری این رستوران را انجام داده است.
با وجود که از فعالیت رستوران کشمش هنوز یک سال نگذشته بود، در رقابت های سال 2018 رستوران های از سراسر خاورمیانه در 67 بخش در یک رقابت آنلاینی نامزد شده بودند که رستوران کشمش بهترین رستوران با رأی مخاطبان برگزیده شد. با گفته این رستوران داران، اکثر مشتریان کشمش را اهالی امارات، افغانها و ایرانیها تشکیل می دهند. تشکر که تا آخر این ویدیو با ما همراه بودید. تا ویدیوی بعدی شما را به خدا یکتا می سپارم. شب روز خوب داشته باشید.